سلام دوشنبه سی یک مرداد 1401 22 آگست 2022 میلادی 16 زندانی سیاسی زن تیه نامی از زندان اوین نگرانی خودشون رو در مورد شرایط حاکم بر این زندان اعلام کرد زندانیان سیاسی سرش... سرشناسی مثل نرگس محمدی سپیده قلیان سبا کردافشاری و دیگران امضا کننده این نامه هستند و در اون شیوع بیماری کرونا در بد زنان همینطور نفرات افزایش بیرویه تعداد زندانیان و سایر شرایط این زندان رو برش بردند اصولاً حکومت جمهوری اسلامی بنا به رهنمود آقای خامنه ای که نباید به زندانیان سیاسی خوش بگذره و احساس راحتی در جمعشون دور همدیگه بکنند به طرق مختلف زندانیان رو سیاسی رو آزار میدن به بندهای عادی منتقل میکنن شرایط غیر انسانی تحمیل میکنن رسیدگی های پزشکی رو به موقع انجام نمیدن که گاهی همچون مورد بکتاش آبتین به مرگ زندانی سیاسی منجر شد اما دیشب یک یکشنبه شب سی سیه امرداد ما ساعت نه و چهل و یک دقیقه به وقت سوئد پلیس سوئد بمبی رو کشف کرد در یک بار نزدیک محل برگزاری جشنواره فرهنگی در مرکز سوئد که ابی خواننده سرشناس ایرانی مشغول اجرای کنسرت بود شب قبل هم فرامرز اصلانی کنسرت اجرا کرده بود و بیش از سه هزار نفر در این جشنواره شرکت داشتند این بوم که به موقع از سوی پلیس سوئد کشف و بعدا اعلام شد که خونسا هم شده باعث شد که تمام خیابان های مرکزی استکهلم رو بستند و هنوز ریز گزارش از سوی پلیس منتشر نشده قطعا مشغول بررسی عامل بومگذاری یا عاملین اون هستند اما یک روز قبل از اون یعنی 29 مرداد ماه شنبه آقای حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه دولت جمهوری اسلامی سفیر سوئد رو احضار کرده و از او خواسته بود که حمید نوری زندانی در سوئد باید آزاد بشه حمید نوری که در یک محاکمه طولانی به حبس ابد سرانجام محکوم شده به اتهام جنایت به جرم جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی که ناشی از کار او در زندانهای ایران به خصوص دست داشتنش در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 هست باعث شده که جمهوری اسلامی شروع به فشار تهدید و احتمالا عملیات تروریستی بکنه اصولا هسته های تروریستی جمهوری اسلامی که خیلی از اونها از اتباع کشورهای دیگه هم عضوگیری شدند فعال شدند و در بسیاری کشورهای اروپای غربی یا کشورهای امریکایی حضور دارند آقای هادی متر که به سلمان رشدی حمله کرد با چاقو و او رو مزروب کرد یکی دیگه از نمونه است که عضوگیری در کشور سالس رو به اصطلاح نیروی قدس سپاه کرده بود و او هم فعال شد در این میانه کشورهای اروپایی یکی از نکاتی که ترس و وحشت دارند از کارهای تروریستی جمهوری اسلامی در این کشورهاست و به همین دلیل هم سعی می کنند که خودشون رو کنار بکشند یا حتی به نظام تروریستی تهران باج بدن موردی که در بلژیک اتفاق افتاد و خوشبختانه هنوز قوه قضایی بلژیک اجازه آزاد کردن تروریست دیپلومات ایرانی رو نداده مورد دیگری است که نشون میده چگونه کشورهای اروپایی از تهدیدات تروریستی یک حکومت تروریست میترسن و ترجیح میدن که خودشون رو از حوادث کنار بکشن بر حال این اتفاق در سوئد که خوشبختانه به موقع کشف و شد و تلفات جانی و خسارت مادی نداشت در دست تحقیق و اگر تحقیق نشون بده جمهوری اسلامی به نوعی مرتبط با این بمبگذاری بوده اون وقت فصل دیگری از عملیات تروریستی جمهوری اسلامی ورق اما ماجرای پرونده تخلفات مالی در فولاد مبارکه که قبلا خبرش رو داده بودیم و در گزارش چند صد صفحه‌ای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مواردی از اون ذکر شده کماکان نقل محافل خبری فارسی زبان در داخل ایران و خارج از ایران این پرونده که به سر مجموع تخلفات مالیش سر به 92 هزار میلیارد تومان میزنه یعنی بیش از یک سال یارانه همه ملت ایران یارانی نقدی همه ملت ایران از یکی از مواردی است که برملا شده اون هم به احتمال زیاد در دعواهای جناهی است که مجلس در زمانی که دولت روحانی بر سر کار بود دنبال هر چه زودتر این تحقیقات تفحص بود ولی نتیجه اون بعد از دولت روحانی معلوم شد که متهمین این پرونده هم اطرافیان آقای روحانی و کارگزاران دولتش هستند مثل برادرش حسین فریدون یا معاون اولش آقای اسحاق جهانگیری یا رئیس دفترش آقای محمود وایزی و یا وزیرش آقای عباس آخوندی ولی ماجرا به اینجا ختم نمیشه این پرونده که حالا به قوه قضاییه گفته شده ارسال شده و البته قوه قضاییه گفته ما هنوز پرونده ای رو دریافت نکردیم یکی از صدها موردی است که روزانه در کشور اتفاق میفته و یکی از های مافیایی تشکیل دهنده حکومت ایرانه که این بار اطرافیان آقای روحانیان ولی امثال این های مافیایی که در های مختلف و نون و آبدار کشور هستند و اونجا رو مثل حیات خلوت و ملک شخصیشون استفاده میکنن در همه جا حضور داره باندهایی که امثال باف در اون هستند مخبر معاون اول آقای رئیسی در اون هست سپاه و نیروی قدس در یک بخش اون هست و البته هر کدوم از این باندهای مافیایی یک آلکاپون در رأسش داره که گاهی با هم رقابت میکنند گاهی زد و خورد میکنند گاهی همکاری میکنند و البته آلکاپون بزرگ و پدرخوانده اعظم شخص آقای خامنهای است که اون بالا نشسته و بسیاری از این باندهای مافیایی نهایتا وقتی دنبال کنی سرشون به یکی از نهادهای زیر نظر رهبری مثل ستاد اجرایی بنیاد مستضعفان یا سپاه پاسداران و غیره ختم میشه به صورت این اعداد و ارقام عجیب و غریب این گزارش که بر ملا شده و دیده میشه در اون که از امامان جمعه تا روزنامه کیهان از رئیس فدراسیون فوتبال تا بخش های مختلف صدا و سیما و غیره مشمول بهره بردن از این خان یغمو بودند و حضرات دولت روحانی مثل ملک شخصی بذل و بخشش کردند باعث تکان دادن افکار عمومی و مردم ایران شده و یک بار دیگه به روی صحنه آورده فساد گسترده ای که در عین فقر ناداری و گرسنگی مردم در بالاترین سطوح حکومت وجود داره اما در خصوص برجام کباکان ابهام راجع به فرجام برجام وجود داره دیشب آقای بایدن با رهبران سه کشور انگلیس و فرانسه و آلمان صحبت کرده و آقای گروسی رئیس سازمان انرژی اتمی آژانس بین انرژی اتمی هم عنوان کرده که تحت هیچ شرایطی دست از شفاف سازی بر نمی داریم و ایران باید جواب بده به سوالات آژانس از جمله سه که مواد رادیواکتیو اعلام نشده در اون هست و آژانس خواستار پاسخ ایران شده از سوی دیگه آکسیوس سایت امریکایی گفته که آمریکا به اسرائیل اطمینان داده امتیاز خاصی به ایران نداده و آقای یایر لاپید نخست وزیر اسرائیل در گفتگوی تلفنی با آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه هم گفته که ما مخالف بازگشت به برجام هستیم به و به انجام اون هم متحد نیست بر صورت توپ کم و بیش در زمین امریکاست و جست و گریخته سخنگوی وزارت خارجه یا شورای امنیت ملی یا دیگر دستگاه حاکم های دستگاه حاکمه امریکا حرفهایی زدند ولی هنوز معلوم نیست که بالاخره از کیسه دولت آقای بایدن چه پاسخی بیرون خواهد آمد اما از تنزهای جمهوری اسلامی اینکه جناب حسین الله کرم که معرف و حضور همگان هست و از رهبران حزب الله از چماخ کشهای معروف برای افتادن به جان زن و بچه مردم بوده و حمله به این طرف و اون طرف و عربد کشی از سوی رئیس دانشگاه آزاد تهران و تهران مرکز به سمت رئیس گروه آموزش علوم سیاسی منصوب شده با امید پیروزی ایران و ایرانی